نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز. رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند. حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی برای فرستادن یک هیئت به ایران به منظور بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی. احضار سفیر رژیم آخوندی و اعتراض به دستگیری دانشجویان ایرانی، امیر حسین مرادی و علی یونسی و دیگر مخالفان و مبارزان در ایران و تأکید بر آزادی همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایران. رژیم ایران رکورد بسیار وحشتناکی در زمینه حقوق بشر دارد. اعدام‌های جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران به عنوان یک جنایت ادامه‌دار علیه بشریت محکوم شده است. ابراهیم رئیسی از مسئولان این قتل عام اکنون رئیس قوه قضاییه رژیم است. سناتور دیوید نوریس، سناتور پل دالی، کولن برک، جو اوبراین، جکی کاهیل، نیل ریچموند، جان پری وزیر سابق در دولت ایرلند، جیم هیگینز، میشل مولهرین، گابریل مکفادن، برایان اودونیل، کاترین نون. سناتورها و اعضای پارلمان ایرلند و اعضای پیشین پارلمان اروپا از این کشور طی نامه‌ای به آنتونیو گوترز دبیر کل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند نوشتند: گزارش‌های اخیر از ایران بیانگر این واقعیت است که رژیم از پاندمی ویروس کرونا برای تشدید سرکوب و دستگیری مخالفان و حامیان دموکراسی استفاده می‌کند. ما بر این باوریم که این تحولات نگران کننده در ایران توجه فوری ما و دخالت مستقیم بین المللی را ضروری می‌کند، چرا که رژیم ایران رکورد بسیار وحشتناکی در زمینه حقوق بشر به خصوص در مورد زندانیان سیاسی دارد. شما از اعدام‌های جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های ایران در تابستان 1367 مطلعید که عفو بین الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال‌های اخیر از آن به عنوان یک جنایت ادامه‌دار علیه بشریت یاد کردند. ابراهیم رئیسی از مسئولان این قتل عام اکنون رئیس قوه قضاییه رژیم ایران است. پارلمانترهای ایرلندی خطاب به دبیر کل ملل متحد و وزیر خارجه ایرلند بر این اقدامات تأکید کردند. احضار سفیر رژیم آخوندی و اعتراض به دستگیری دانشجویان ایرانی، امیر حسین مرادی و علی یونسی و دیگر مخالفان و مبارزان در ایران و تأکید بر آزادی فوری این دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایران. حمایت از فراخوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی به دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران برای فرستادن یک هیئت حقیقت‌یاب به ایران برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی.